با عرض و سلام و وقت بخیر خدمت همه دانش آموزای عزیز، خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمتون هستیم. بچه ها میخوام شروع کنم انتهای فصل 5 و قسمت تابع رو میخوایم ببندیمش، کلا فصل 5 مون جمع بشه. قبل اینکه میخوام بحث رو شروع کنم، صفحه 102 مثال دومش رو گفته بودید یک بار دیگه حل کنم، این مثال یه بار دیگه توضیح میدم و بعد میریم انتهای فصل 5 که بحث قدر مطلقمون و رسم توابع بود. خب این سوالو دقت کنید، گفته یه نمودار چند ضابطه‌ای بهمون داده. این نمودار چند ضابطه‌ای که بچا اینجا مشخص کرده واسمون، گفته بردش هم انتها واسمون مشخص کن. یه تابع چند ضابطه‌ای که خود صورت سوال مشخص کرده، گفته اول اینو رسمش کنید، بعد اینکه رسمش کردیم بردش هم مشخص کنید. خب می‌خوام رسمش کنیم با توجه به ویژگی‌ها بچا، با توجه به محدوده‌هایی که بهمون داده. یادتون باشه سوالی که حل کردم واسهتون سه قسمت قسمت بندیش کردیم، گفتم خب این اول قسمت اول رو میخوایم حل کنیم. قسمت اول به ما چی گفته؟ بچه ها محدودمون کرده، گفته ایکسایی که میخوایم انتخاب کنیم باید چی باشه؟ منفی باشه، کوچیکتر از صفر باشه. خب من میدونم نمودار x2 دقیقا همین یوی هستش که اینجا کشیدم، نمودار x2 به این شکله، ولی چون واسم شرط گذاشته گفته که من ایکسای منفی رو میخوام، یعنی کوچیکتر از صفرام. کوچیکتر از صفرام کجا هستش بچه‌ها؟ کشیدم دیروز، دقیقا همینجا بود، با قرمز براتون مشخص کردم. گفتم آقا خود صفر تو خالیه. چرا تو خالیه؟ چون مساوی نداره. خب سمت راستش که میشه واحد مثبتام، اصلا کاری باش ندارم. چرا؟ چون محدوده من فقط منفی‌ها رو قابل قبولشه، پس سمت چپو براش رسم میکنم. این شد ضابطه اول. ضابطه دوم یه تابع ثابته. بچه ها شکل تابع ثابت ضابطش به چه ترتیبی بود؟ تابع ثابت میگفتش ایگرگ مساوی یه عددی هستش، حالا مثبت یا منفی اصلا کاری باش ندارم. یا دقیقا دوباره میخوام حرف دیروز هم بزنم، اف ایکس من مساوی مثبت منفی سی، یا بعضی همکارا سی میذارم بعضی با کانشون میدن، فرقی نمیکنه. ایگرگ یا اف ایکس شما مساوی یه عدد ثابته، اینا دقیقا مساوی عدد ثابته، این اف ایکس مساوی 2 یه عدد ثابت شده. حالا به من اومده گفته آقا دوباره با توجه به این محدوده میخوام اینو رسمش کنی، یعنی ایکس من باید بزرگتر مساوی صفر، کوچیکتر مساوی منفی 2. خب اومدم مشخص کردم با توجه به این دویی که اینجا دارم، اومدم رو محور ایگرگ ها مثبت 2 رو مشخص کردم، شد اینجا از 0 تا 2 بسته هر دوتاش باید توپر باشه. به همین خاطر توپر رسم کردم و یه تابع ثابت. تابع ثابت یا شکل این نمودار ایگرگ مساوی مثبت منفی کا یا اف ایکس مساوی مثبت منفی کا یا سی به این ترتیب هستش که موازی محور ایکس هاست. اگر x مساوی یه عدد بهت داده بود اون میشه موازی محور y. اینا در نکات سال نهمتون هستش. بریم سراغ ضابطه آخر، سومیه. گفته x هایی که بزرگتر از 2 باشه، یعنی از 2 به بالا باید عدد بدی، حتی خود 2 هم نمیتونه باشه. با توجه به اینکه حتی خود 2 نمیتونه باشه، اینجا رو تو خالی در نظر گرفتیم، از 2 شروع کردیم ولی 2 رو تو خالی در نظر گرفتیم. دلیلش هم خاطرتون باشه بهتون گفتم بچه‌ها این نمودار یه تابع خطیه، y مساوی ax به اضافه b. عدد دادم به x، هم عدد دادم y هم مشخص شد. الان میخوام به x عدد بدم، دیگه نه یا 0 و 1 2 بدیا. چرا؟ چون خودش گفته بزرگتر از 2. 3 دادم به x، به x اگه 3 بدم 3 به اضافه 1 y هم مساوی 4 میشه. 4 اینجا مشخص کردم، ببین 1 2 3 4 این 4 هم شد. بعدی اومدم 3 دادم، 4 دادم، 5 دادم، اعداد دادیم و یه خط رسم شد. خانم قلم متوجه شدین؟ بریم ادامه. تا اینجا یادم بهتون گفتم دیروز با هم صحبت کردیم، یه بحثی بود بچه ها، دوباره میخوام در حد یکی دو دقیقه مرور کنم چون خیلی مهمه، کل انتهای فصل پنجمون روی این موضوع میخواد بچرخه. یه توضیحی که میخوام بدم راجب انتقال هستش. ببین انتقال به اون چی میگه؟ میگه که اگه آقا ما یه ضابطه داشته باشیم مثل ایگرگ مساوی اف ایکس به اضافه یا منهای یه عددی مثل کا، خب این تابع شما یه مقدار ثابتی هستش. بچه ها قاطی نکنی، این همونه. حالا یه توان دو هم واسهش میذارم، این همین بالایی است، فرق نمیکنه. منظورش از اف ایکس یه تابع است. حالا تابع شما ممکنه ایکس دو باشه، ممکنه حالا یه عدد دیگه باشه، دو ایکس دو باشه، کاری ندارم. با نوع با کمترین حالت و ساده ترین حالتش میخوام مثال بزنم.
میگفت این عدد مثبت منفی کا نقشش شبیه چی بود؟ نقش شبیه آسانسور بود. میگفت آقا روی نمودار شبیه آسانسور بالا پایین میکرد تابع منو، یعنی اصلا به سمت چپ یا به سمت راست نمیبرد. اگر تابع شما مثلا فکر کنید x2 شما اینجا بود، این x2 شماست، اگر این کاه مثلا میشد x2 به اضافه 2، مثلا y شما یا fx شما مساوی x2 به اضافه 2 بود. بچه ها چون به اضافه 2 اینجا آمده، اصلا داره باهات صحبت میکنه، میگه آقا من میخوام دو واحد رو محور y ها برم بالا. یا اگه بود برعکسش خلافش بود، x2 منهای 2 بود، دو واحد باید میومد پایین، یعنی اینجا منفی 2 اینجا بود مثبت 2، تا برای اینجا رسمش میکردی، این مثبت 2 این منفی 2 قبوله؟ تا این نکته که الان اینجا واسه از اون آورده میره داره میگه. پس میگه آقا هر وقت من یه تابع داشته باشم، تابع من به اضافه یا منهای یه عدد ثابت بشه، این عدد ثابتی که هستش اگر شکل و الگو شبیه این بود یا حالت کلی شبیه این بود، خاطرت باشه فقط بالا و پایین میکنه شبیه حرکت آسانسور روی محور ایگرک ها، قبوله؟ ممکنه یه حالت دیگه پیش بیاد. حالت بعدش رو میخوام مثال بزنم، مثلا ممکنه یه حالت دیگه بهتون سوال بده، یعنی ضابطت فرق بکنه، بگه آقا ایگرگ مساویه ایکس منهای 1 به توان 2. ببین این فرق کرد، این توان 2 اومده واسه هر دوتای اینا، هم ایکس هم منهای 1. خب اینجا چی کار میکنی؟ میگم آقا فعلا منهای 2 رو بیخیال، داخل پرانتز ریشش رو به دست بیار، ایکس منهای 1 ریشش میشه 1، درسته؟ خاطرتون باشه بچه ها دیروز گفتم بچه ها اگر منفی بود برو به سمت راست، اگر ضابطه شما مثبت بود یعنی x مثلا به اضافه 1 به توان 2 بود برو به سمت چپ، خلافش عمل میکنم. پس اگه منفی بود سمت راست، مثبت بود سمت چپ. اصطلاحاً داریم ریشهش رو به دست میاریم، چون ریشهش به دلیل ریشه اینجا میشه منفی 1، ریشهش که به دست میاد اون موقع باید رسمش کنیم. حالا مثلا همین x2 رو میخوام رسم کنم، فکر کن اینجا مثلا یه خورده سخت‌ترش کنم، یه به علاوه 1 هم داشته باشم، میگم آقا شما بهم گفتی داخل پرانتز ریشه شو به دست بیار شد منفی 1، نیازیست منفی 1 رو بنویسی یا تو ذهنت میخوام داشته باشی، باید بدونی که باید حرکت کنی به سمت چپ. میگم آقا من حرکت میکنم به سمت چپ، چند واحد؟ یه واحد، پس منفی 1 هم اینجا مشخص شد، یه واحدم نمودار من باید بره بالا، اینم مثبت 1 نمودارم میره بالا. محل برخورد، اصطلاحا محل تلاقی این دوتا نقطه که این نقطه هست که دارم مشخص میکنم میشه رأس سهمی شما. خب آقا رأس سهمی اگر اینجا مثبت بود، بهتون دیروز گفتم اگر مثبت بود دستاش رو به بالا بود، داشت رو مسجد دعا میکرد دستاش رو به بالا بود، اگر ضریبت منفی بود کجا بود دستاش؟ تو جیبش بود. میگم آقا اینجا الان مثبته، دستاش رو به بالاه، اگر منفی بود دستاش رو به پایین، رأس سهمیتون به همونجا هستش، سهمیتون برعکس میشه، چون ضریبه آتون ضریبه x2 تون منفی، یعنی آتون منفی میشه. خب این سواله ببینید، اینم توضیح بدم بعد بریم سراغ بحث اصلیمون. گفته اگر داشته باشیم f x مساوی قدر مطلق x و گفته آنگاه نمودار تابع f h x مساوی f x به اضافه 2. ببین همین الان مثال زدم وسطا، گفتم این تابعی که اینجا به ما داده رو به اضافه چند باید بکنم؟ به اضافه 2. این به اضافه 2 حرکت آسانسوری است، بالا و پایین میبره. ببین خود صورت سوالو با قرمز رسمش کردم، به اضافه 2 این h x که هستش با آبی رسمش کردم، دو واحد رو محور y رفته بالا، اینجا هم دو واحد رو محور y اومده پایین. خب بریم سراغ سوال. این درسنامه‌ش هم بچه‌ها بهتون توضیح دادم، اینجا یه مساوی فقط حالا داشته باشه، بریم سراغ ادامه. گفته اگر داشته باشیم jx ما مساوی x2 بشه، بچه‌ها jx تون شده x2، آنگاه نمودار تابع fx مساوی jx منهای 1 و hx مساوی jx به اضافه 1. یه اصلا قبلی که برم سراغ حل سوال، بچه ها fx مساوی jx منهای 1، یعنی شما باید برید تو این تابع jx به جای x2 چی بذاری؟ باید بذاری x منهای 1. ببین میام تو این تابع jx
به جای x رو بعد چی بذارم؟ x منهای 1 میره داخل پرانتز، توان 2 داره دیگه، به جای xش دارم میذارم x منهای 1، میشه jx مساوی jx منهای 1 به توان 2. ها حالا x منهای 1 رو میخوام رسمش کنم، خوب دقت کن بهم، چون عبارت داخل پرانتزت بینش منفیه باید بریم به سمت راست، قبوله؟ ریشش مثبت بود دیگه، بریم سراغ رسمش. خب اول میخوام خود x2 رو رسم کنم، اول خود x2 رو با آبی رسم میکنم واسه تو. این خود x2 شبیه u بود. حالا ضابطه بعدی رو با یه رنگ دیگه دقت کن فقط به اینجا fx x منهای 1. بچه ها چند واحد باید به سمت راست بره؟ خودش گفته یه واحد، پس ما یک واحد رو اینجا مشخص میکنیم، چون عدد دیگه کنارش نیست رأس سهمیتون میشه همینجا. اما اگر یه عدد هم مثلا اینجا داشتی به اضافه منها هر عددی بود، اون موقع رو محور ایگرگان بالا پایین میرفت، الان فقط داره رو محور ایکس ها منتقل میشه، انتقال پیدا میکنه، تکون میخوره. حالا رأس سهمیتون میشه چی؟ اینجا رسمش میکنم. آقا این تابع اف ایکس هم شد، اف ایکس مساویه جی ایکس منهای یک که مساویه ایکس منهای یک به توان دو. خب بریم اچ ایکس هم رسمش کنم واسه تون. اچ ایکس رو ببین، گفته به اضافه یک، چون به اضافه داده به سمت چپ باید حرکت کنه، به سمت چپ چند واحد؟ یک واحد، منفی یک میشه ریشش دیگه. اینم اینجا رسمش میکنم، اینم شد سومی که شد h x مساوی با j x به علاوه 1 که مساوی همون x به علاوه 1 به توان 2 میشه. خب سوال نداری تو این قسمت؟ بریم ادامه رو. خب یه سوال جوندار آوردم واسهت، خیلی سوال مهمی هم هستش، خوب دقت کن که وقتی توضیح میدم کامل واسهت جا بیفته. یه تابع داده بچه ها بهمون، سه تا نقطه مهمش رو من باید مشخص کنم، بعد گفته نمودارای خواسته شده رو رسم کن. ببین الف و ب و پ سه تا قسمت، کامل بحث انتقال میخواد تو این مثال براتون دوباره مرور بشه، یعنی اگه از انتقال هیچی هم نفهمیده باشی با توجه به سوالی که الان دارم حل میکنم باید کلا برات جا بیفته. بریم ببینم نقاط مشخص کن، سه تا نقطه مهم و کلیدی که کمکت میکنه. بچه ها دل بخواهیه، ولی خب نرین مثلا یه نقطه نگیر اینجا رو نمیخوام مشخص کنی، به درد من نمیخوره. یه نقطه ای که مختصات مشخص داشته باشه، مثلا یکیش اینجاست ابتداشه، یکی این وسطشه، یکی کمی انتها رو بگیر، میتونستی اینجا رو هم بگیری فرق نمیکنه، گفتم دل بخواهیه، ولی یه جایی بگیرید که مختصات اعشار بهتون نده. حالا مختصات این نقطه رو میخوام بنویسم، x هاش چنده بچه ها؟ منفی 3، x هاش منفی 3 درسته؟ y هاش چنده؟ 0. پس یه نقطه هم میشه منفی 3 و 0، قبوله؟ ببین این نقطه دیگه منفی 1، منفی 2، منفی 3، منفی 3 و 0 شد یه نقطه. نقطه بعدی منفی 1، منفی 2، پس منفی 2 میشه طولش، عرضش رو نگاه کن، اینجا عرضش هم هست منفی 1، منفی 2 و منفی 1، 1 باشه 0 1. مختصات این نقطه میشه چی؟ x اش میشه 0، y اش میشه 1. پس سه تا نقطه الان اینجا به دست آوردیم، با این سه تا نقطه میخوایم این سه تا حالت رو رسمش کنیم. فقط نگاه کن ببین تو حالت اول، تو حالت الف چه اتفاقی داره واسش میفته. بچه ها چی میگفت اینجا؟ ببینید تا برای گفته j x مساویه f x منهای 1. خب x منهای 1 قرار بود به سمت راست حرکت کنه یا به سمت چپ؟ باری که الان به سمت راست. چرا؟ چون گفتم خلاف این علامت میخوایم حرکت کنیم. چند واحد؟ آقا عددش معلومه دیگه، ریشهشو به دست بیارم ریشهش میشه 1، پس یک واحد باید به سمت راست حرکت کنم. خیلی خوب، الان میدونم تو حالت الف که با رنگ آبی دارم مینویسم همه ایکسام باید یک واحد اضافه بشه، یک واحد انتقال پیدا کنن به سمت راست. حالا تو این ضابط جدیدم میخوام بنویسم نقطه اولم، پس قبول داری به همه ایکسام قرار شد که چند واحد اضافه کنیم؟ یک واحد به همه ایکسام اضافه کنیم، مثبت یک اصطلاحا. پس ایگرگامو مینویسم، ایگرگام که اصلا تکون نمیخورد،
دست نمیخورد. چرا ایرگامو دست نزدم؟ چون اینجا بعد پرانتز عدد دیگه ای ندارم که آسانسوری بالا پایینش کنه، فقط داره انتقال رو محور ایکسا میده. خوب به حرکت دستم و به جمله هم دقت کن. منفی 3 با مثبت 1 میشه منفی 2. دارم جمع جبری انجام میدم. منفی 2 با مثبت 1 میشه منفی 1. 0 و 1 هم میشه 1. ببین 3 تا نقطه جدید بهت داد. حالا این 3 تا نقطه جدید رو بیا اینجا رسمش کن. 3 تا نقطه جدید. بیا رسم کن. منفی 2 و 0 رو رسم کن. این منفی 2 و 0. یه نقطه. ببین دقیقا این نقطه ای که اینجا بود یک واحد اومد به سمت راست. منفی 3 بود شد منفی 2. این نقطه ای اولم. منفی 1 و منفی 1. نقطه بعدیم اینجاست. این نقطه بعدیمه. و یک و یک مثبت. اینم یک و یک. ببین قبلیه رو خود یک بود، الان یک واحد به سمت ایکس ها، رو محور ایکس ها، رو طول رفت جلو. این شد شکل جدید این نمودارم تو حالت الف. بریم حالت ب رو واسش رسم کنیم. حالت ب دوباره این ستا نقطه رو واسش می نویسم. یکیش بود منفی 3 و 0، یکیش بود منفی 2 و منفی 1، یکیش هم بود منفی 1 و منفی 1. ببخشید یکیش بود 0 و منفی 1. خب اینم 0 و منفی 1. حالا این ستا رو ببین چه بلایی میخوام به سرش بیارم. بچه ها این دقیقا همون حرکت آسانسوری است. کنارش بنویس آسانسوری بالا پایین میره. بالایی اینجوری نبود. ببین این عددی که اینجا هم دارم باز همین نماد همین آسانسوریه. اینم همینو داره بیان میکنه. زمانی که بعد از تابعتون یه عددی میاد داره حالت آسانسوری نمودار رو بالا پایین میکنه. خب بریم جلو. گفته آسانسوری چی کار کن؟ یک واحد ببر بالا. پس همه ایگرگ هاش باید به علاوه یک بشه. ببین پرانتز هم کشیدم. منفی 3 ایکس هم که اصلا کاری ندارم. ایکس هم باید نوشته بشه. منفی 2 هم نوشتم. 0 هم نوشتم. ایگرگ ها رو به علاوه یک کن. 0 به علاوه یک هم میشه 1. منفی 1 به علاوه یک میشه 0. منفی 1 به علاوه یک میشه 0. خب حالا بیا رسمش کن. نقطه اول منفی 3 و مثبت 1. منفی 1 منفی 2 منفی 3 مثبت 1. یه نقطه اینجا بهت میده محل برخورد این دوتا. خب نقطه بعدی منفی 2 0 هستش. این منفی 2 باید طولم باشه، 0 باید عرضم باشه. پس این نقطه دوممه. و نقطه سوم صفر و صفره. بچه ها اینجا فکر کنم یه اشتباهی کردیم. منفی 2 منفی 1 صفر و 1 درسته. صفر و صفر. حالت بعدیمونم تو اینجوری نباید در بیاد. آقا ببخشید بچه اینجا منفی نداشت. این مثبته. من اینو منفی در نظر گرفته بودم. اشتباهاً. اینجا رو دقت کنید. مختصات نقطه اولمون 0 و 1 بود. من اینجا اشتباهی منفی گذاشتم. اینجا میشه مثبت 1 که اینم دیگه 0 نمیشه، میشه 2. بعد نقطه بعدیمون هم میشه اینجا. رسمش کنم واسهتون به این شکل میشه. خب با دست رسم میشه. متوجه شدید؟ اینم شکل دوم. سوال ندارید؟ بله بله. خب بریم حالت قسمت پ.
قسمت په بچه این چی خواسته؟ گفته یک واحد برو به سمت چپ، یعنی ایکس ها رو باید یک واحد ببرم به سمت چپ، ایگرگ ها رو باید یک واحد ببرم به سمت پایین. ببین فلش هامو دقت کن، ایکس هام یک واحد به سمت چپ، ایگرگ هام یک واحد به سمت پایین. پس ایکس ها رو باید منفی یکشون کنم، ایگرگ ها رو هم منفی یک. مختصات این سه تا نقطه جدید رو میخوام بنویسم، فقط خوب بهم دقت کن. نقطه اولم بود منفی 3 و 0. نقطه دومم هستش منفی 2 و منفی 1. نقطه سومم هستش 0 و مثبت 1. باید بچه ها چه اتفاقی بیفته؟ ایگرگا یه واحد کم، ایکس هم یه واحد کم. مختصات نقاط جدید رو میخوام رسم کنم. منفی 3 منهای 1 میشه منفی 4. درسته؟ صفر منهای یک هم میشه منهای یک. بعدی منفی 2 و منفی 1 میشه منفی 3، اینجا میشه منفی 2. اختلافشون رو ببین، یه واحده اینجا، بعد همون یه واحد باقی بمونه، اینجا میشه منفی 1 و 0. خب دیگه حالا کاری نداره دیگه، مختصات اینو به دست اومد. میخوام نمودار سومی رو رسم کنم. نمودار سومی گفته منفی 4 و منفی 1، منفی 1 منفی 2 منفی 3 منفی 4. با منفی 1 اومد اینجا، این نقطه اولم شد. دومیش گفته منفی 3 و منفی 2، این منفی 3 و منفی 2. بعدی هم گفته منفی 1 و 0، اینم منفی 1 و 0. اینم نمودار قسمت پ. خب سوال نداری از این قسمت؟ بریم ادامه. خب یه نکته آوردم اینجا بچه ها، تو اون قسمت هم، تو اون جایی که توضیح دادم میخواستم بهتون بگم، گوشتم واسه این قسمت آخر. ببین این سوالی که رسم کردیم الان میخوام حلش کنم، از اینجا به بعد شما بلدین. تنها فرقش این بوده که یه منفی اینجا اضافه شده. گفته آقای منفیه رو من میخوام چیکارش کنم؟ بچه ها دقیقا همون ضریب x2 یا همون آ ما هستش که اگه آ کوچیکتر از صفر بود نمودار رو به پایین بود، و اگه آ بزرگتر از صفر بود نمودار رو به بالا. همونه داره اینجا بیانش میکنه. مگه این کل پرانتز من x2 من نیست؟ حالا اصلا کاری با این یکه نداشته باش، انگار که اینجا x2 دیگه، درسته؟ کل پرانتز شما بگیر x2، قبلش یعنی ضریب آ اینجا منفی شده. میگه آقا تمام بلاهایی که تو این سوال قبل سر این قسمت آوردی بیار، فقط اینو برعکسش کن رو به پایین، یا اگه مثبت بود رو به بالا. حالا میخوام رسمش کنم. خب ببین اینجا رو گفته که به سمت چپ باید برم یا به سمت راست. داخل پرانتز دقت کن، چون عبارت بینشون مثبته باید به سمت چپ برم، همیشه خلافش بود. یک واحدم باید برم به سمت بالا، یعنی x2ی که من میخوام رسمش کنم باید یه بلایی به سرش بیاد، یک واحد بیاد به سمت چپ، یه واحد به سمت چپ، یه واحدم به سمت بالا. محل تلاقی این دو تا نقطه میشه اینجا، این میشه رأس سهمیم. آقا این رأس سهمی رو مشخص کردی، الان همینجوری بکشم اینو؟ میگم نه بابا، آیش منفیه، باید رو به پایین باشه. اینم آی منفیش، ضریب منفیشی که اومده بود، برعکس میشه. بله خب متوجه شدن همه؟ فصل پنجمون تموم شد بچه ها. مبحث تابه بود، خیلی خیلی مبحث خیلی مهمیه. از همین الان که سال دهمتونه، سال یازدهم، سال دوازدهم، به شدت با تابه کار داریم. هر چقدر از تابه سوال حل کنید کمه، هر چقدر با تابه ها، با شکلشون، من جای شما بودم، حالا یه سری عکسو میخوام واسهتون بذارم. تابه x2 که من میگم دیگه یادت نیاد آقا x2 رو من میخوام رسمش کنم چجوری رسم کنم؟ آقا x2 u بود. یا میگم تابع قدر مطلق دارم، یه بلای سرش میارم بیارم سمت راست، میاد سمت چپ، بالا و پایین میره، دیگه نیای دونه دونه عدد بدی به موقع اون ضابطه تابعه، تابع قدر مطلق تازه رسمش کنی. آقا تابع قدر مطلق شبیه 7 بود. باید اینا رو بدونین، تو ذهنتون باشه. با اشکالش هم میخوام خوب آشنا بشین. بریم سراغ فصل ششم. بریم سراغ فصل 6.
فصل 6 داره راجع به شمارش بدون شمردن صحبت میکنه. آقا یعنی چی شمارش بدون شمردن؟ یه مثال میخوام واسط بزنم خوب تو ذهنت جا بیفته. مثلا مادرتون بهتون میگه برو یه شونه تخم مرغ بخر. یه شونه تخم مرغ که میخری میاری، برادر کوچیکه، خواهر کوچیکه ازت میپرسه آبجی چند تا شونه، چند تا تخم مرغ تو اون شونه هست؟ خیلی مبتدیانه است اگه بیای دونه دونه بشماری، بگی 1 2 3 4 5 6. آقا طولو میشمردی، عرضم میشمردی، یا ردیف و ستونو میشمردی، در هم ضرب میکردی، درسته؟ یا فکر کن که مثلا یه سالونی هست، سالن امتحاناته. تو این سالن امتحانات وقتی که میخوان یه سالن خیلی بزرگه، میخوان صندلیا رو بچینن، نمیان دونه دونه ردیف ردیف صندلیا رو بشمارن، میگن آقا مثلا 5 تا ردیف داریم، با این 5 ردیفی که داریم مثلا 5 تا ستون داریم، مثلا کلا 25 تا صندلی اینجا هست. این میشه اصل شمارش، یا شمارش بدون شمردن. بچه‌ها قلم دستتون باشه، میخوام جای مهمشو خط بکشم، مشخص کنم. یه سری جای مهم داره تو درسنامه، حتما درسنامه‌شو بخونید. مثالی هم که الان میکنم خیلی مهمه. گفته اگر کاری را بتوان به دو روش انجام داد، زیر روش میخوام خط بکشی، به دو روش انجام داد، به طوری که در روش اول، دوباره روش اول را خط بکش، ام انتخاب و در روش دوم ان انتخاب وجود داشته باشد، برای انجام کار مورد نظر امو به اضافه ان میکنیم. خوب دقت کن، چرا میگم دوره روش خط بکش باهاش کار دارم؟ ایستگاه بعدی همین روش تبدیل میشه به مرحله. بچه ها ببینید، برای تو این فصل یه اصل جمع داریم، یه اصل ضرب، یه جایگشت داریم، یه ترکیب. که قبل جایگشت باید من یه مبحث فاکتوریال هم بهتون درس بدم که خیلی مهمه، یعنی فاکتوریال رو باید بدونید که بریم سراغ جایگشت. اولا اصل جمع شروع کردیم. کنار این اصل جمع تو این ایستگاه یک بنویس کلمه یا، دورش یه ابر بکش، بذار یادت بمونه، هر وقت اومدی سراغ درس نامد بدونی آقا هر وقت گفت جمع از کلمه یا داره استفاده میکنه. این یا خیلی مهمه، هر وقت هر جا گفتش یا، خاطرتون باشه تو فصل اول هم با هم راجع به موضوع صحبت کرده بودیم، تو اون فصل اول قسمت اجتماع و اشتراک که داشتیم، اینجا هم شبیهشه، ولی خب میخوایم یه خورده ویژه تر و پیشرفته تر ادامه بدیم. بریم سراغ تعمیم اصل جمع. گفته اگر کاری را بتوان به کار روش، دوباره کار روش رو خط بکش، انجام داد، به طوری که در روش اول M1 انتخاب و در روش دوم M2 انتخاب داشته باشیم، در روش کاوم MK انتخاب داریم. میگه آقا میتونی کا تا انتخاب داشته باشی و باید چیکار کنیم؟ تک تکشون رو با هم دیگه جمع کنیم. میگه آقا تو روش اول M انتخاب، M1 انتخاب داشتی، تو روش دوم M2 انتخاب، تو روش سوم M3 انتخاب، در مرحله کاوم امکا انتخاب داریم. این همه مراحل باید با هم دیگه جمعش کنم. بریم سراغ این مثاله. میگه آقا یه شخصی هست میخواد بره گوشی بخره. مدل گوشی هایی که میخواد انتخاب کنه، میگه از مثلا شرکت آیفون 5 تا گوشی مد نظرشه، از شرکت سامسونگ 3 تا گوشی، از شرکت سونی هم 2 تا گوشی. بین این انتخابا مونده، نمیدونه چجوری انتخاب کنه. میگه آقا کلا سوالو بخون. گفته امیر برای خرید گوشی موبایل، قصد خرید گوشی موبایل داره، از شرکت آیفون 5 مدل، از شرکت سامسونگ 3 مدل و از شرکت سونی 2 مدل گوشی پسندیده است، درسته؟ قصد دارد یکی از این آنها را انتخاب کند. بچه این یکی خیلی مهمه، با به کلمات خوب دقت کنید. از این به بعد فصل 6 و فصل 7 تک تک کلماتی که تو صورت سوال داره استفاده میشه باهاتون داره راهنمایی میکنه، باهاش کار داریم. گفته چند تا انتخاب برای امیر وجود داره. خب آقا کاری نداره که، 5 تا آیفون داشت، 3 تا هم سامسونگ داشت، 2 تا هم سونی، شد اصل جمع میشه چند تا؟ میشه 10 تا. این 10 تا انتخاب داره، 10 تا انتخابی که پیش روش هست. بریم سراغ اصل ضرب. ببین اصل ضرب چی میگه بهت؟ میگه آقا اگر کاری باشد، خوب دقت کن بهم، دوباره زیر کلمات کلیدی میخوام خط بکشی، برای انجام کاری شامل دو مرحله. ببین مرحله خیلی مهمه، اونجا روش بود، اینجا مرحله است. میگه شامل دو تا مرحله باشه، به طوری که برای انجام مرحله اول ام انتخاب و برای هر کدام از این ام روش، گفته مرحله دوم به ان روش دیگه بتونیم انجامش بدیم، یعنی دو مرحله ایه. حالا میخوام مثال بزنم، مثال هم می نویسم واسه تون، شما هم یادداشت کنید، خیلی مثال مهمیه. فکر کن یه فردی هست از شهر تهران میخواد بره شهر تبریز، از تهران به تبریز میخواد بره، این وسط مثلا شهر زنجان هم هستش،
کارمون شد چند مرحله‌ای، دو مرحله‌ای. آقا اول از تهران باید بره زنجان، از زنجان باید بره تبریز. پس دو مرحله داره. حالا توضیح میدم چه جوری میخواد بره جلو. قسمت تعمیمش هم بخونیم بعد بریم سراغ مثالم. میگه اگر انجام کاری شامل کا مرحله باشد، به طوری که برای انجام هر مرحله، برای انجام مرحله اول M1 روش وجود داشته باشه. فکر کن همینجا مرحله مرحله توضیح بدم بهت. ببین از تهران میخواست بره تبریز، این زنجان وسط بود. ممکنه از تهران تا زنجان فرض کن سه تا راه وجود داشته باشه، سه مرحله، سه تا راه جداگونه وجود داشته باشه. از زنجان تا تبریز هم دو تا راه وجود داشته باشه. خب پس سه تا راه، از تهران تا زنجان، از زنجان تا تبریز هم دو تا راه. ببین دقیقاً مصداق همین جمله منه. میگه اگر انجام کاری شامل کا مرحله باشد، کا مرحله داشته باشه، به طوری که برای انجام مرحله اول M1 روش وجود داشته باشد، همون سه تا راهی که بهتون گفتم، و برای مرحله دوم M2، بعد میگه آقا مرحله ها رو باید چیکارش کنیم. این قسمت آخرش مهمه واسم. میگه M1 ضرب در M2 باید بشه. مثالا رو میخوام اینجا بنویسم واسه تون. خوب دقت کن به این مثالی که میخوام بزنم، کامل مثاله برای جا بیفته اصل ضرب رو متوجه شدیم. میگه آقا یه شخصی هست از تهران میخواد بیاد به تبریز. میگه از تهران تا تبریز یه شهری هم این وسط وجود داره به اسم زنجان. خب از تهران تا زنجان سه تا روش وجود، سه تا راه وجود داره. پس شد مرحله اول سه تا روش، سه تا راه. از زنجان تا تبریز هم دو تا راه وجود داره. پس مرحله دومم شد دوتا، دو قسمت. حالا میگه با توجه به این شما بیا بگو آقا چند، به چند حالت ممکن میتونه این مسیر رو بره جلو. بچه ها میگم از تهران تا زنجان سه تا بود. یا میتونه از مسیر اول، خوب دقت کن به کلماتم، یا میتونه از مسیر اول بیاد، یا میتونه از مسیر دوم بیاد، یا میتونه از مسیر سوم بیاد. همین الان گفتم کنار اصل جمع بنویس کلمه یا. پس اینجا که دارم استفاده میکنم میگم یا از مسیر اول، یا از مسیر دوم، یا از مسیر سوم. چند تا مسیر شد؟ سه تا. سه تا یکو با هم دیگه جمع کن. پس تو مرحله اولم چند تا مسیر یا چند تا حالت وجود داشت؟ سه تا. دقت کردی؟ ببین گفتم یا مسیر اول، یا مسیر دوم، یا مسیر سوم. برسه به چی؟ برسه به زنجان. تازه چند تا شد؟ شد سه تا، چون یا آوردم با هم جمعش کردم. از زنجان به تبریز چند تا مسیر وجود داره؟ یا مسیر اول یا مسیر دوم. چند تا شد؟ شد دو تا. اینجا هم شد دو تا. خب ببین فارسی دارم اصلا صحبت میکنم باهات. میگم آقا طرف از تهران باید میومد زنجان و از زنجان میرفت به تبریز. چی گفتم این وسطش؟ و از زنجان. چند تا؟ بچه ها ببینین علامت وعه چی بود؟ ضرب بود. پس این دو مرحله قسمت دوم و سه مرحله قسمت اول و سه تا عبارتش رو با هم دیگه ضرب کنم میشه شیشتا. شیشتا حالت وجود داره. به شیش حالت ممکن میتونه از تهران بره به تبریز، به شرط اینکه همچین حالتی برقرار باشه. جمع هم میتونستیم با هم دیگه بکنید. یه خورده بخوام بیشتر و ویژه تر توضیح بدم، این تا اینجا که یاد بگیری دیگه کافیه. از این قسمت یه خورده بیشتر میخوام بهت بگم. اگه متوجه نشدی این قسمت انتهاییشو مهم نیست، مطمئنم متوجه میشی، چیز خاصی هم نداره. فقط خوب گوش بده بهم. میگم که آقا از تهران از مسیر اول میومد میرفت زنجان، خب از زنجان هم میرفت تبریز، چون چند تا حالت؟ یه حالت. از تهران از مسیر اول می اومد از مسیر دوم زنجان استفاده می کرد، شد دو تا حالت. اینجا دو تا داریم فعلا. تهران می اومد به زنجان از مسیر دوم و از مسیر اول زنجان به تبریز می رفت، شد سه تا. تهران از مسیر دوم می اومد از مسیر دوم زنجان استفاده می کرد، شد چهار تا. تهران از مسیر سوم بیاد، خب، و از مسیر اول زنجان به تبریز بره، شد چند تا؟ پنج تا. تهران از مسیر سوم بیاد به زنجان و از زنجان به تبریز روش راه دوم، محل دومش انتخاب کنه، میشه شیش تا. همون سه تا دو داره با هم دیگه انگاری داره جمع میشه. بریم سراغ این مثال.
یه مثال خوب آوردم واسه. خوب دقت کن ببین مثالو چه جوری میخوام حلش کنم. خب میگه یه قطار دارم 10 تا مسافر توشه. خب تو 7 تا ایستگاه این قطاره میخواد متوقف بشه، قبوله؟ تو این 7 تا ایستگاهی که میخواد متوقف بشه، این 10 تا مسافر حق این انتخابو دارن که تو هر کدوم از این ایستگاها پیاده بشن، هر کدومی که دلشون خواست، هر ایستگاهی که مد نظر خودشون بود. میگم خب آقا قبوله. پس بریم از اول سوالو بخونیم. یه بار توضیح دادم، بریم حالا سراغ حلش. میگه قطاری شامل 10 مسافر است، قصد دارد در 7 ایستگاه توقف کند. اگر در پایان این 7 ایستگاه همه مسافرین قطار پیاده شوند، این کار به چند طریق ممکن امکان پذیره؟ میگم خب آقا من اینجا اینجوری مینویسم، مینویسم مسافر اول. مسافر اول بچه ها چند تا انتخاب داره؟ 7 تا. مسافر اول 7 تا انتخاب داره دیگه، یعنی از اون موقع که قطار شروع میکنه به حرکت کردن 7 تا ایستگاه جلوشه که بخواد متوقف بشه و پیاده بشه. اصلا علامت بینش فعلا نمیخوام بذارم، از کلماتم دقت کن. و مسافر دومم چند تا انتخاب داره؟ آقا مسافر دومم همشون میتونن تو ایستگاه اول پیاده شن، همشون تو ایستگاه دوم، همه تو ایستگاه سوم، همه تو ایستگاه چهارم تا ایستگاه هفتم میتونن دونه دونه هم پیاده بشن، میتونن دو تا یکی پیاده بشن. پس من نمیتونم مشخص کنم آقا اینجا مسافر دومم 7 تا انتخاب داره، مسافر سومم هم 7 تا انتخاب داره. فکر کنم دیگه داره براتون جا میفته، ادامهشو نمیخوام بنویسم. پس بچه ها مسافر اینجا می‌نویسم، مسافر دهمم اونم 7 تا انتخاب داره. 10 تا مسافر داشت دیگه. میگم مسافر اول 7 تا انتخاب و مسافر دوم 7 تا انتخاب و مسافر سوم 7 تا انتخاب و مسافر چهارم، پنجم، ششم. آقا علامت باید چی باشه؟ علامت باید ضرب باشه. وقتی گفتم از کلمه و دارم استفاده میکنم، علامت به اینم میشه ضرب. تموم شد. 10 تا 7 دارم در هم دیگه ضرب بشه. نمیخوام هم رو از ضرب کنم، عدد بزرگی در میاد، 2 میلیون خورده ای میشه فکر میکنم. اینو بنویس 7 به توان 10. 10 تا 7 داره در هم ضرب میشه دیگه. پس 7 به توان 10 روش وجود داره برای پیاده شدن مسافرا، قبوله؟ اگه متوجه نشدید یه بار دیگه توضیح بدم. سوال؟ خب بریم سراغ این قسمت. یه سوال دیگه آوردم واسه تون، سوال خیلی خوبیه، فقط یه قسمتش باید تغییر کنه. بچه ها اینجا رو ببینید، آ درسته، بی درسته، سی باید تبدیل بشه به دی. این دیگه سی نیست، این دیه، و این دیه شما تبدیل میشه به سی، یعنی آ بی سی دی، قبوله؟ حالا میگه یه شخصی میخواد از شهر آ بیاد به شهر دی، به چند روش میتونه این مسیر رو طی کنه؟ چند تا قسمت، چند تا روش وجود داره واسه طی کردنش؟ بریم واسه حلش بچه ها. ببین چجوری میخوام حلش کنم. میگم خب آقا ممکنه از مسیر آ بیاد به مسیر دی مستقیم، چند تا روش وجود داره؟ ببین آ به دی نوشتم، از آ مستقیم بیاد به دی، یعنی دیگه بی و سی نره. ببین اینجا رو، یکی این مسیره، یکی هم این مسیره. پس چند تا روش وجود داره؟ دو تا. آ به دی من میشه 2. حالا برو سراغ بعدیش. میگه آقا ممکنه از آ بره به بی بعد بره به دی. ببین اینجوری میشه، پس از آ بره به بی بعد بره به دی. حالا اینجا رو نگاه کن، یا ممکنه از آ بیاد به سی بعد دوباره بره به دی، قبوله؟ حالا حالتهای اینا رو تک تک میخوام بنویسم. بچه ها از آ به دی رو که نوشتم، دو تا روش بود، دو تا راه بود، دو تا مسیر بود. این میشه مسیر اولم، این میشه مسیر دوم، این میشه مسیر سوم. اگه خواستین خیلی دیگه مشخص بنویسید. از آ به بی چند تا مسیر وجود داره؟ ببین یه مسیر، دو مسیر، سه مسیر. پس آ به بیم شد سه مسیر. بی به دی چند تا مسیر وجود داره؟ اینجا هم دو تاست. ببین بی به دی، یه مسیر اینجاست، یه مسیر هم اینجاست، دو تا مسیر هم اینجا وجود داره. پس این 3 ضرب در 2 من آ به دیم اینجا میشه 6، قبوله؟ بریم آ به سی. آ به سی یه مسیر اینجاست، یه مسیر اینجاست، پس میشه اینجا هم دو تا مسیر.
از سی به دی چند تا مسیره؟ یه مسیر اینجا، یه مسیر هم اینجا، دو تا هم اینجاست، پس اینجا هم شد 4 تا. آقا گفته کلن به چند مسیر میتونه بیاد؟ میگم آقا جان یه دوتا اینجا داشتیم، یه 6 تا میشه 8 تا، 8 و 4 هم با هم دیگه میشه 14 تا مسیر وجود داره برای اینکه کلن از آ بیاد به دی. یا میتونست از مسیر اول بیاد، یا از مسیر دوم، و یا از مسیر سوم. ببخشید اینجا 2 6 8 8 و 4 بچه ها ببخشید 12 میشه اینجا. اسخایی میکنم، 8 و 4 بود، 8 و 6 نبود. خب قبوله، 12 میشه. مرسی که حواست هست، ممنونم خانم غلامی. بریم ادامه. ایستگاه سوم، اینو متوجه شدن همه؟ سوال نداریم از این قسمت. بریم ادامه. خب بچه اینجا رو ببینید، خیلی مهمه، خیلی مهمه، جز سوالایی هستش که میتونم بگم اکثرا هم توی تست ها میاد، هم توی امتحانا بیشتر ازش سوال اومده. احتمال اینکه تو کنکور سراسری نه این سوال پیشرفته تر که میتونم بگم بیس و پایه اساس یکی از سوالای کنکورتون شاید تو همین سبک باشه، تو انشاءالله تو چند سال آینده. فقط خوب گوش بده، من میخوام همینجا یاد بگیری. به کلمات سوال گفتم خیلی خوب دقت کن. گفته مثال مهمی هم هست، با ارقام 1 2 3 4 چند عدد 4 رقمی، زیر 4 رقمی خط بکش، چند تا عدد 4 رقمی میتونم داشته باشم در صورتی که تکرار ارقام مجاز باشد. یعنی آقا تکراری هم میتونم استفاده کنم. ببین چجوری میخوام بنویسم. 4 تا عدد داشتم دیگه، درسته؟ 1 2 3 4 چند عدد چی بچه‌ها؟ 4 رقمی. عددی که میخوام بنویسم باید 4 رقمی باشه. اینا همیشه بینشون ضربه، همیشه بینشون ضربه. خب دقت کن ببین چجوری میخوام حلش کنم. خب میگه آقا چند تا عدد 4 رقمی تمام نوشت در صورتی که تکرار ارقام مجاز باشد، یعنی تکراری هم میتونه کنارش باشه. بچه واسه انتخاب اول چند تا عدد وجود داره؟ واسه انتخاب اول اینجا رو اینجوری بنویس واسهش، بذار بهتر یاد بگیری. 1 گان 10 گان 100 گان و 1000 گان. میگه آقا 4 تا عدد وجود داره، 4 تا عددی که قرار اینجا قرار بگیرن، کلن 4 تا هم عدد دارم، عدد 4 رقمی با 4 تا عدد. خب تو انتخاب اولم چند تا عدد میتونم داشته باشم؟ میتونه 1 2 3 4 هر کدومش کنار این قرار بگیره، تو عدد اول، تو عدد 1000 گانم. تو جایگاه دوم که 100 گانه چند تا عدد میتونه قرار بگیره؟ آقا چون گفته تکرار ارقام مجازه، دوباره هر کدوم از این 4 تا عدد 1 2 3 4 میتونن اینجا باشن، پس 4 تا عددم اینجا دارم، 4 تا عددم اینجا، 4 تا عددم اینجا. چون تکراری نیست، واسه هر کدوم از 1 گان 10 گان 100 گانتون میتونین 4 تا عدد انتخاب کنین. قبوله؟ خب بچه‌ها تموم شد. 4 تا عدد، ببین 4 تا عدد تو 10 گان، 4 تا عدد 1 گان 10 گان 100 گان 1000 گان، اینو کلا در هم ضرب می‌کنم میشه 256 تا. پس چند عدد، چند تا عدد میتوان نوشت؟ 256 عدد میتونیم بنویسیم که چه اتفاقی واسش بیفته، که اینکه تکراری هم باشه کنار هم دیگه قرار بگیرن. سوال بعدی رو نگاه کن، دقیقاً همین سواله، فقط اومده گفته تکرار ارقام مجاز نباشد. آقا مجاز نیستی تکراری استفاده کنی. ببین این اولی، دومی، سومی، چهارمی، 4 تا دوباره دارم، 1 گان 10 گان 100 گان. خب قراره که تو این 4 تا دوباره اعدادمو بچینم. خب بچه‌ها یه نکته مهم، اولا که گفته تکراری نباشه مجاز نیستی، دوباره گفته عدد چند رقمی باشه؟ 4 رقمی. اگه گفته بود 3 رقمی مطمئنا 3 تا مربع بعد می‌کشیدم، حالا چون گفته 4 رقمی 4 تا مربع رو کشیدم،
گفته تکرار ارقام مجاز نیست. آقا مجاز نیستی تکراری استفاده کنی. اگر من اینجا بیام برای انتخاب اولم، برای انتخاب اول که هزارگان هستش، چند تا انتخاب دارم بچه ها؟ 1 2 3 4 4 تا عدد دارم که میتونم اینجا ازش استفاده کنم. فکر کن مثلا 1 استفاده کردی، 1 هم خط میخوره درسته؟ برای صدگان چند تا انتخاب دارم؟ 2 3 4 3 تا انتخاب بیشتر نیست. پس الان دورم انتخاب کردم، فکر کن از مرتب از سمت چپ دارم حرکت میکنم، برای دهگان هم باری کلا دیگه و یاد گرفتی، پس 3 هم خط خورد، اینجا هم 1 دونه دارم. خب ضرب کن در هم، 4 تا میشه 12 تا، 12 تا میشه 24 تا. پس 24 روش میتونم این اعداد رو کنار هم بچینم به شرط اینکه تکراری نباشه. اما تو سوال قبل گفته بود تکراری هم میتونه باشه. بریم سراغ ادامهش. گفته به دست آوردن تعداد اعداد زوج ادامه جزوه بدون حضور صفر. یکان دهکان رو نمیفهمی؟ ببین متوجه نمیشم یعنی چی. خب یه عدد شما میخواین داشته باشه، عدد 4 رقمی، مثلا 4321، نقشه 1 ارزش مکانیش چیه اینجا؟ یکان دیگه. ارزش 2 چیه اینجا؟ اصلا یه عدد 4 رقمی خودت بهم بگو. یه عدد 4 رقمی خودت بهم بگو زینب. یه عدد 4 رقمی بهم بگو که من میخوام ارزش مکانیشو بهت یاد بدم. مطمئنم بلدی یا فراموش کردی. خب 5 6 7 8 بعضی وقتا فکر میکنم با سوالاتون دارین با هم شوخی میکنید. الان خودت بهم بگو. آن بلدی اینو. خب خدا رو شکر. الان ارزش 8 تو این عدد یکانش، این دهگان، این صدگان، این هزارگان دیگه. 8 تا دونه دارم، 7 تا دسته 10 تایی دارم، 6 تا دسته 100 تایی دارم، 5 تا دسته 1000 تایی دارم. تو این سوال نمیفهمی. خب سوال اینجا رو نگاه کن. گفته 4 تا عدد میخوام. 4 تا عدد من 4 تا خونه براش کشیدم درسته؟ میتونی یکان دهکان صدگان رو ننویسی. خب اعدادی که داره مثلا فکر کن حالا با این اعداد به جای 1 2 3 4 5 6 7 8 رو اینجا بهت داده بود، اصلا فرقی نمیکنه. عددی که داره اینجا جابجا میشه اصطلاحا جایگشت داره، 8 میاد جای 7، 7 میاد جای 8، مثلا 6 با 8 جاش عوض میشه، 5 با 7 عوض میشه. اینا که کنار هم دارن تغییر میکنن تو ارزش مکانی یکان دهکان صدگان هزارگان. اصلا ولش کن آقا، اصلا یکان دهکان صدگان رو ول کن. واسه اینکه بهتر متوجه بشیم گفتم کلا هم با همین 4 تا مربع برو جلو. شما که عادت داری به خلاصه نویسی، برو جلو همینجوری. خب تعداد اعداد زوج به دست آوردنش بدون شمارش. گفته با ارقام 3 5 6 7 8 چند تا عدد داده؟ 5 تا عدد. ببین 3 5 6 7 8 چند تا عدد 4 رقمی زوج میتوان نوشت در صورتی که تکرار ارقام مجاز باشد. سوال بعدیش دقیقا همون 4 رقمی زوجه، فقط گفته تکرار ارقام مجاز نباشد. دارم تو هر دو تا حالت واسط بررسی میکنم سوالو، یه بار مجاز باشی و یه بار مجاز نباشی. بریم سراغ حل سوال. گفته چند تا عدد؟ 4 تا عدد. ببخشید عدد چند رقمی باشه؟ 4 رقمی. پس دوباره 4 تا مربع واسش میکشم. این 4 تا مربع. گفته در صورتی که تکرار ارقام مجاز باشد. خب بچه ها اگه بخواد مجاز باشه برای انتخاب برای خونه اول که حالا جایگاه دوباره هزارگانمون هستش، چند تا عدد میتونم داشته باشم؟ یا 3 یا 5 یا 6 یا 7 یا 8، هر کدوم از اینا میتونم بیان تو این جایگاه اول قرار بگیرن. قبوله؟ چرا؟ چون مجاز، چون گفته تکراری باشه، مشکلی با تکراری بودنه نداره. پس 5 تا خونه اینجا، 5 تا عدد اینجا دارم. فقط یه نکته خیلی مهمه، این که اصلا من بهش دقت نکردم. اینجا رو ببین، گفته چند عدد 4 رقمی زوج. این زوج بودن خیلی مهمه بچه ها. گفته زوج باشه، برای اینکه زوج باشه این رقم یکان یا رقم سمت راست از آخر سمت راستش باید یا 8 باشه یا 6 باشه، یکی از این دوتا باید باشن اینجا دیگه درسته؟
پس اینجا می نویسم 6 یا 8. یکی از این دوتا باید قرار بگیره. واسه اینجا چند تا انتخاب دارم؟ واسه اینجا دوتا انتخاب دارم. واسه اینجا دوتا انتخاب. یا 6 رو میتونم بذارم یا 8 رو. پس دوتا عدد دارم، به خاطر اون دوتا انتخابم یه 2 گذاشتم اینجا. قبوله؟ حالا چون گفته تکراری نباشه، هر کدوم از این 5 تا رو میتونم بیارم اینجا بچینم. درسته؟ پس تو خونه اول 5 تاست، خونه دومم 5 تاست، خونه سومم 5 تاست. هر کدومشون میتونن کنار هم قرار بگیرن دیگه، چون تکراری مشکلی نداشت. حالا بیا در هم ضربشون کن، میشه 25، 25 ضرب در 5 هم میشه 125، 125 ضرب در 2 هم میشه 250 تا. پس 250 تا عدد 4 رقمی زوج میتونم بنویسم که تکراری هم باشه، مشکلی با تکراری بودنش نداره. حالا میخوام یه خورده سخت‌ترش کنم. گفته آقا چند تا عدد 4 رقمی زوج میتونی بنویسی به شرط اینکه تکراری هم نباشه. دوباره بیا خونه ها رو بکش. این 4 تا گفته زوج باشه. واسه اینکه زوج باشه دوباره یا 6 میتونه بیاد اینجا یا 8. درسته؟ قبوله؟ یا 6 میتونه بیاد یا 8. پس چند تا انتخاب دارم؟ دوباره دو تا انتخاب. این دو تا انتخابی که اینجا بنویسم، دو تا انتخابی که اینجا هستش، یا 6 یا 8. حالا بچه‌ها چون گفته تکراری نباشد، ببین الان تو این انتخاب شما از اون 5 تا عدد دو تاش اومد اینجا قرار گرفت. موقعی که میگه تکراری نباشه باید کم کنی. از 5 تا دو تاش اومد اینجا، چند تا مونده کلن؟ یا 6 باید میومد یا 8 دیگه. اصلا بگیم یکیش میتونه بیاد اونجا. چند تا مونده کلن بچه ها؟ 4 تا دیگه مونده. فهمیدی چجوری دارم میگم؟ ببین اینجا قرار بود یا 6 باشه یا 8 باشه. چرا؟ چون گفته زوج باشه. بین این اعدادم فقط 6 و 8 زوجه. یا 6 رو باید بذارم یا 8. دو تا انتخاب اینجا دارم. دو تاش که با هم نمیتونه بیاد تو رقم تو ارزش یکان قرار بگیره. پس یا 2 باید بیاد، ببخشید، یا 6 باید بیاد یا 8 دیگه. یکیش میاد بالاخره. حالا انتخابه، به دل بخواه خودتونه. یکیش که بیاد اینجا، فکر کنم مثلا 6 رو میخوام بیارم. بالاخره 6 خط میخوره. چند تا دیگه انتخاب داری؟ یکی، دو تا، سه تا، 4 تا. 4 رو نوشتم تو ارزش هزارگان. بچه ها 4 رو نوشتم، یعنی 4 تا انتخاب ها. فکر کن مثلا 3 رو برداشته بودم. چند تا دیگه میمونه؟ 5 مونده و 7 و 8. 3 تا اینجا میمونه، 2 تا دونه دونه کم میکردیم دیگه. خب 3 4 تا میشه 12 تا، 2 تا 12 تا میشه 24 تا، اونم میشه 48 تا. درسته؟ متوجه شدن همه؟ یاسمن اینجا رو میگی میشه 3 تا تو خونه اول؟ اینجا 3 تا نمیشه، اینجا میشه 4 تا. نه دیگه، الان توضیح دادم دیگه. ببین گفتم 6 و 8 با هم دیگه نمیتونن بیان توی خونه قرار بگیرن که. درسته اینجا نوشتم 2، یعنی شما دو تا انتخاب داری، ولی یکیش میاد اینجا قرار میگیره. چرا تو حالت قبلی اینجوری توضیح ندادم؟ چون حالت قبلی اصلا تکراری واسش مهم نبود. میگفت آقا تکرار اصلا واسم تکرار باشه یا نباشه. اینجا میگه تکراری نباید باشه، باید بدون تکرار باشه. متوجه شدین؟ آه خب خدا رو شکر. مگه نباید کلشو از سمت، خب خدا رو شکر. نجفی چی گفتی؟ گفتی مگه نباید کلش از سمت راست باشه؟ یعنی چی از سمت راست باشه؟ اینجا رو داری میگی؟ مهسا نجفی متوجه نمیشم، میگه کلش از سمت راست باشه یعنی چی؟ از سمت راست کلم بخوام بچینم که؟ ببین چون نه، کلش از سمت راست، از سمت چپ میچینم. چرا اول اومدم اینجا از سمت راست چیدم؟ چون گفته زوج باشه. زوجام هم 6 و 8 بود که انتخابشون کردم. متوجه شدی؟ متوجه نشدی بعد کلاس توی کانال واتساپ بهتون توضیح میدم، چیز خاصی نیست. خب سوال ببین دوباره چی گفته. گفته با ارقام 0 2 3 5 9 چند عدد 3 رقمی میتونیم بنویسیم؟ بچه 2 3 دقیقه بیشتر زمان نداریم. این مثالم توضیح بدم دیگه، فکر میکنم وقتمون تمومه. چند تا عدد 3 رقمی میخوایم بنویسیم؟ تمومه وقت؟ 5 دقیقه؟ خب مرسی. چند تا عدد 3 رقمی میتونم به 3 رقمی زوج ازم میخواد؟
گفته آقا چند تا عدد سه رقمی زوج تکرار ارقام مجاز نیست، یعنی نباید تکراری باشه. خب چون سه رقمی میخواد این سه تا خونه رو میکشم، این سه تا خونه. خب بچه ها به دو تا حالت باید حلشون کنم. یه خورده بزرگ کشیدم اینجا الان جا نمیشه. چون صفر رو آورده داخل بازی یه خورده کار منو سخت کرده. چرا؟ چون بچه ها صفر تو خونه اول نمیتونه قرار بگیره. ببین اینجا سه تا عددمو میکشم، یه خورده کوچیک‌تر بکشم، هر دو تا حالت هم اینجا جا بشه. بچه ها باید طی دو مرحله این سوالو حلش کنم. طی دو مرحله میخوام حل کنم. این مرحله اول، این مرحله دوم. خب بریم سراغ مرحله اول. ببین مرحله اول چی گفته بهت؟ گفته آقا سه تا عدد زوج میخوام بنویسم تکرارش هم مجاز نباشه، یعنی تکراری نباید داشته باشم. صفحه 123 کتاب درسیتون یه مثال داره شبیه همین مثالتونه. گفته چند تا عدد سه رقمی زوج که تکراری نباشه. دوباره یکان دهکان صدکان اگه بنویسید بد نیست. خب بچه ها صفر که سمت چپ یعنی اینجا نمیتونه قرار بگیره، یعنی تو جایگاه صدگان که یکان بود اینجا، دهگان، صدگان، تو صدگان که صفر نمیتونه قرار بگیره. درسته که اگه قرار بگیره دیگه عدد شما سه رقمی نیستش، دو رقمیه. پس صفر اینجا نمیتونه باشه. اگر بخواد زوج باشه صفر اینجا میتونه باشه. درسته؟ اگر صفر اینجا باشه چند تا حالت داره برای خودش؟ یه حالت داره. قبوله؟ اوکی. فکرم تمام شد. تمام تایمون یکی دو دقیقه دیگه. میتونه یه حالت اینجا داشته باشه که صفر اینجا قرار بگیره. بچه ها چند تا عدد داشتیم؟ 5 تا عدد. از این 5 تا صفرمون اومد اینجا قرار گرفت. چند تا عدد دیگه برام باقی میمونه؟ چند تا حالت دیگه هستش؟ 4 تا حالت دیگه هست. ببین 5 تا عدد بود اینجا، صفرمون خط خورد اومد تو خونه سمت راست قرار گرفت. 4 تا عدد، اینجا هم 3 تا عدد میتونم داشته باشم. کلا میشه چند تا؟ میشه 12 تا. این مرحله اولم شد. مرحله دومو میخوام توضیح بدم. ببین صفر اینجا قرار گرفت، دو هم میتونه اینجا قرار بگیره، ولی دیگه صفر اینجا نمیتونه باشه. چون صفر سمت چپ یعنی تو جایگاه صدگان نمیتونه باشه، از این 5 تا عددی که داشتم یکیش که اومد اینجا قرار گرفت دو بود، یا حالت هم میشه اینجا. درسته؟ دو صفر رفتن کنار، دو رفت به خاطر اینجا رفت کنار، صفر هم چون نمیتونه قرار بگیره رفت کنار. از 5 تا دو تا هم رفت، چند تا مون؟ شد 3 تا. اینجا هم شد 2 تا. ببخشید اینجا هم حالا 3 تا اینجا نوشتم. این 3 تای اول درسته، این 3 تای اول هم درسته. قبوله؟ 3 تا انتخاب اینجا دارم، یعنی میتونه عدد 2 قرار میتونه عدد 3 قرار بگیره، 5 قرار بگیره، 9 هم قرار بگیره. حالا تو خونه دوم که دهگانه صفر هم میاد وارد بازی میشه، یعنی آقا میتونه هم صفر باشه، هم سه باشه، هم پنج باشه، هم نه. تو اینجا میتونه هر ستاشون قرار بگیرن دیگه. درسته؟ هر ستاشون هم میتونه قرار بگیرن. حالا اینکه هر ستا میتونن قرار بگیرن، ستا عدد اینجا دارم، یکیش اومده اینجا کم شده بود، این صفر دیگه یکیشون نیست دیگه. حالا مثلا سه، حالا هر کدوم که خودتون گوشتین اینجا سه یکیش نیست، سه تا دیگه میتونه، صفر میتونه باشه، پنج میتونه باشه، نه. اگه سه رو اینجا انتخاب کرده باشید چند تا حالت اینجا میمونه؟ نه تا هم حالت اینجا. این دوتا رو اگه بخوام با هم جمعشون کنم میشه 21 حالت. به 21 حالت میتونم اینا رو کنار هم بچینم. سخت بود یکم، اگه میخواید دوباره توضیح بدم. ببین یه بار دیگه توضیح میدم، توضیح بدم دیگه تموم شه، آخرشه. گفته با ارقام صفر رو بزنین پاک کنم، با ارقام 0 2 3 5 9 با این ارقام میخوام چند تا عدد سه رقمی زوج گفته میتونم بنویسم. چند تا عدد سه رقمی؟ تمامه 20 ثانیه. چند تا عدد سه رقمی زوج؟ بچه ها ببینید سه تا جایگاه واسهش کشیدم، چون گفته زوج باشه صفر باید اینجا قرار بگیره، صفر رو واسهش نوشتم. از بین 5 تا عدد یکیش رفت که صفر بود، اومد اینجا یه حالت داشت. چند تا عدد مون؟ 4 تا. 4 تا رو واسهش نوشتم، یکیش صفر اینجا بود، 4 تا هم اینجا رفته بود، یعنی دو تا عدد رفت. چند تا عدد دیگه باقی مونده؟ 3 تا. از 5 تا کم کردم، دو تا رو 3 تا باقی موند. این شد حالت اولم که 4 ضرب در 3 شد 12.
حالا مرحله دوم، مرحله دوم میگه آقا تو رقم یکانش صفر رو بالا انتخاب کردی، نور دو رو انتخاب کن. دو رو میذارم اینجا، یه انتخاب دارم واسه دو، یک رو گذاشتم اینجا. صفر نمیتونه تو جایگاه صدقان قرار بگیره، که اگه قرار بگیره دیگه عدد من سه رقمی نیست، میشه دو رقمی. پس صفر رو اینجا نمیتونم بذارم، صفرم رفت کنار، دو هم رفت کنار، از پنج تام دو تا رفت کنار، چند تا مونشون مون؟ سه تا. درسته؟ یکی از این اعداد 3 و 5 و 9 اومده بود اینجا دیگه، دو هم که اومده بود اینجا قرار گرفته بود. دوباره دو تا از 5 تا کم میکنم، 3 تا میمونه، در هم دیگه ضرب کردم و شد 9 تا. 9 به اضافه 12 هم شد 21. امیدوارم که مفید بوده باشه واسهتون. متوجه شدین؟ خب خدا رو شکر. خسته هم نباشین. تکالیف فصل 5 رو براتون میذارم تو کانال. قسمت اول تکالیف فصل 6 هم براتون بارگذاری میکنم، ان شاءالله که همه رو حل کنید واسه من بفرستین. خدا نگهدار.